به نام خدا و با عرض سلام خدمت تک تک شما بیننده های تلویزیون سبب به خصوص برنامه مالگه. امید است که جور و صحت و سلامت باشین و ما را تا آخرین قسمت برنامه مالگه همراهی کنین و امروز بر شما میخواییم سالات بادرنگ آماده کنیم. پیش از اینکه کار ما را آغاز کنیم میریم با هم دیگر یک جا مواد لازم یادداشت کنین، دوباره برمیگردیم. مواد لازم برای سالات بادرنگ: کرم 1 عدد، بادرنگ 3 عدد، زیتون سبز 1/2 گیلاس، مرچ سیاه 1 قاشق چایخوری، نمک به قدر ضرورت، چکه 1 گیلاس، مطر 1 گیلاس، بادنجان رومی 3 عدد. در ابتدا می خواهیم که کرم میده میده کنیم. هر قدر که کرم ریزه ریزه کنیم همون قدر خوب است. باید گوش کنیم، خوب صحیح میدهش کنیم. و اگر شما خواسته باشین میتونین که در ماشین سالاتا هم میده میده کنین. فقط هدفش همیست که کرم بسیار خرد خرد میده شد. میتونین از ماشین سالاتا هم استفاده کنین و میتونین از کارت هم استفاده کنین. ایره تمام شمایده کردیم، حالی در یک ظرف اینا را مندازیم. چکر را دهش تمام شمندازیم، مخلوطش میکنیم. ایره مخلوط کردیم، ایره یک گوشه میمانیم. حالا زیتون هم میده میکنیم. و شما میفهمید که زیتون بسیار زیاد فواید زیاد داره. میتونید همیشه از زیتون استفاده کنین، هم در غذایتان هم بدون غذایتان میتونید ازش استفاده کنین. و میفهمید که روغن زیتون هم بسیار زیاد فایده داره، میتونید از روغن زیتون هم استفاده کنین. مطر هم دهش مندازیم. تمام شد، یک جای مخلوط میکنیم. و به این خاطر زیتون پسندتر انداختیم، به خاطر از اینکه چون نرم است و اگر هر قدری را مخلوط کنیم همه قدر میده میده میشه، به این خاطر کم پسندتر استفادهش کنیم. هم مطر زیاد نرم است و هم زیتون، به اون خاطر کم پسندتر هر دوش اضافه کردیم. حال نمک هم سرش اضافه میکنیم. یک قاشق نمک بالاش اضافه میکنیم.
و یک قاشق هم مرچ سیاه. این را خوب مخلوط میکنیم. سالات را که میخواستیم آماده کنیم تقریبا آماده شده و حالا یک کاسه میگیرم بخاطر از اینکه میخواییم بادرنگ بسیار نازک نازک ورق ورق میدیش کنم. میخواییم بروشش کنم. بسیار نازک نازک و همچنان نگفته نمانه که من میخواییم این سالات داخل قالب آماده کنم. بسیار یک شکل زیبا داره و همچنان بسیار مزه داره. و نگفته نمانه همیشه میتونین از بادرنگ استفاده کنین چون بادرنگ هم دارای فواید بسیار زیاد است و دارای آب میباشه به خاطر تشنگی به خاطر جوشدانه ها بخارات تمامش زیاد فایده داره به خاطر میتونین همیشه از بادرنگ هم استفاده کنین. من یک قالب گرفتم بادرنگ را که به شکل ورق ورق در بینش گذاشتم و چند عدد دیگه هم میگذارم. ای هم تمام شد. حالا سالاد را که آماده کرده بودیم در بینش مندازیم. شما هم اگر خواسته باشین هزار قسم قالب میتونین استفاده کنین، یعنی هر رقم دیزاین داشته باشه فرق نمی کنه. و قاب گرفتیم و بسیار هایستگی قالب از سالاد دور میکنیم. و به این خاطر پلاستیک داری قالب مانده بودیم بخاطر از اینکه وقت سالات در قاب میمانیم، یعنی زودتر براحتی میتونیم او را دور کنیم، یعنی جدا کنیم و اگر اوتو نباشه ممکن است که در قاب بچسبه یا بسیار به زحمت شیم. به این خاطر برویش ماندیم پلاستیک. و حالا هم سالات را که میخواستیم آماده کنیم از بادرنگ آماده شد. امید است که خوشتان آماده باشه و مورد پسند شما هم قرار گرفته باشه. و تا برنامه بعد و تا دیدار بعد همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.